با درود بیگران بار دیگر با شما هستیم در برنامه دیگر از پادیویند فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. آنچه که امروز مطرح هست به عنوان یک جستار ایران گرایان در کنار آنچه که در حال حاضر و شرایط کنونی در ایران از به حال کنفرانس ورشو گرفته تا اینکه وضعیت کنونی اعتراضات و اعتصابات و خیزش ملی به کجا می انجامد. آیا وضعیت کنونی میتونه ادامه داشته باشه به این گونه، یا اینکه ما شاهد حوادث و دگرگونی‌هایی هستیم و آینده ایران آبستن انقلابی و خیزش ملی دیگر هست؟ در این برنامه من مهداد رحیمی میزبان سه چهره آشنا هستم: جناب آقای بهمن جلدی از وانکوور، جناب جمشید دانا از انجمن مهر و دوستی و جناب آینه پژوهشگر از سوئد. به برنامه خوش اومدید دوستان. درود می‌فرستم به همگی عزیزان. با پروانه‌ای که از یکایک دوستان اگر داشته باشند برنامه رو با جناب بهرمن جلدی شروع می‌کنم. نظر شما درباره آنچه که از مختص به هر حال ایرانگرایی در تقابل با اسلامگرایی اگر ما بیرون بیاریم وضعیت کنونی به چه خونه خواهد که ما پیشینه نیاکان ما همسنگر بودن یهودیان از 2500 سال پیش در کنار ایرانیان بوده در تقابل با آشور، کلده تا یونان و روم و حتی اعراب. این رو به چگونه ما میتونیم بنگریم پیوند دو ملت رو در منطقه و اینه که تا چند اندازه این دو میتونن همرزم، همسنگر باشن و بار دیگر و فناوری هایی که در حال حاضر تکنولوژی و علم و خرد هست رو بتونن در کنار همدیگر یک منطقه جدن بدون هر گونه ستیزی ایجاد بکنن و صلح رو در خاورمیانه این دو ملت پارس و یهود، ایران و یهود بتونن ایجاد کنن. جناب جلی بفرمایید. نخست درود میفرستم خدمت شما جناب آقای رحیمی، همینطور بر سروران عزیزم جناب آقای آبتین آینه و دانیل دانا. خیلی اسباب افتخار من هست که امروز تونستم در کنار شما عزیزان باشم. همینجا اجازه میخوام درود بفرستم بر تمامی شما سیاوشان ایران که آینده ایران در دستان پرتوان شما عزیزان هست. شما سیاوشان ایران هستید که ایران رو مجدداً خواهید ساخت. در مسئله گفتمان ایرانگرایی من میخوام اگر اجازه بفرمایی امروز من یه مقدار گفتمان ایرانگرایی رو به صورت عملگرایانه در موردش صحبت بکنم و صرفا فقط یک حالت صحبت در مورد یک گفتمان رومانتیک نباشه. اگر به صورت عملگرایانه ما گفتمان ایرانگرایی رو که تقریبا با اطمینان خاطر میتوان گفت که تبدیل به گفتمان غالب در بین جوانان ایران شده و خوشبختانه توانسته سایر گفتمان‌های رادیکال رو عقب بزنه و این جوانان رو در داخل ایران به دور خودش جمع بکنه و اونها رو تشویق بکنه که هر گونه تصمیمی که میگیرن و یا هر گونه که خواسته ای رو که دارن به دور این منافع مردم ایران و کشور ایران اون رو تداعی بکنه براشون صحبت بکنه. گفتمان ایرانگرایی در بین ملت ایران که یک ملت واحد هست و بین ملت یهود که همسان و همانند ملت ایران هست، هزارها این دو ملت با یکدیگر زندگی میکردن، با صلح و آرامش با هم تجارت داشتن، با هم همکاری میکردند، با هم جامعه خودشون رو اداره میکردند، به هم دیگه کمک میکردند.
این رو آیا امکانش هست مجددا این فرودی رو که ما الان شاهدش هستیم مجددا به همون فرازی که در 40 سال پیش داشت بازگردانیم؟ من معتقد هستم که حتما این امکان وجود داره. این فراز و فرودهای تاریخی که ما در ارتباط با روابط دوستانه و نزدیک و همکاری‌های دو جانبه بین ملت ایران و بین ملت یهود ما در طول هزارهای تاریخی ایران شاهدش بودیم و میتوان مجدداً در آینده نزدیک ما شاهدش باشیم. من اینو تاکید برش دارم میکنم، ملت ایران و ملت یهود، از این بابت که شخصاً این اعتقاد رو من دارم که از آنجایی که دولت‌ها توسط سیاستمداران اداره میشن و سیاستمداران آنگونه که در کشورهای شرقی ما میبینیم سیاست رو به عنوان علم باهاش برخورد نمیکنن، سیاست رو به عنوان شیوه رفتار باهاش برخورد میکنن و معتقد هستن که این شیوه رفتاری به گونه‌ای باید باشه که هدف وسیله رو توجیه میکنه. این اسباب این شده که یک تنش‌های که واقعا نیازی بهش نیست و تنها تأمین کننده منافع این سیاستمداران و یا این گروه‌های ایدئولوژیک است، اسباب دوری دو ملت ایران و یهود بشه. به عنوان مثال من عرض می‌کنم کشور افغانستان رو همگی ما میدونیم و خود دوستان افغانی من اینا همیشه اصرار میکنه در تاریخ به نام کشور آریانا میشناسن، ولی به دلیل این سوء استفاده سیاستمداران و گروه‌های سیاسی و استفاده اونها از اختلاف بیفکن و حکومت کن، اینها میان و اینگونه صحبت میکنن که حمله افاغنه به ایران یا حمله پادشاه به ایران به افغانها، در حالی که اینها همه یکی هست. آریانا بخشی از ایرانی ها بودند، ایرانی ها بخشی از آریانه ها بودند، اینها تفاوتی با هم ندارند. ملت یهود بخشی از ملت ایران بوده، ملت ایران همواره در کنار ملت یهود همزیستی، تجارت و همکاری داشته در اداره جامعه خودشون. حالا این رو ما یه فست ترک بکنیم بیاریم به زمان کنونی. در زمان الان که گروه های ایدئولوژیک، و این رو من مخصوصا متمایز نمی کنم برای اینکه مرتبط هستم، این استفاده از واژه های سیاسی قرن 19 و 20 برای وضعیت کنونی ایران در قرن 21 کمک زیادی به ما ایرانی ها نخواهد کرد. به جای اینکه ما گروه های سیاسی رو به چپ و راست یا نمیدانم پادشاهی خواه و جمهوری خواه تقسیم بکنیم، اینها رو به سادگی میتوان به دو گروه کلی ایرانگرا و غیر ایرانگرا تقسیم کرد. شما میتوانید هم جمهوری طلب باشید، هم پادشاهی طلب باشید، هم تفکرات سوسیالیستی داشته باشید، هم تفکرات لیبرال داشته باشید، ولی ایرانگرا باشید. یعنی تمام اینها رو شما از چارچوب اون دیدگاه ایرانگرایانه برای تامین منافع ملت ایران و مردم ایران بخواید، نه برای خودتون یا اون ایدئولوژیتون. عکسش هم صادق هست. ما الان داریم میبینیم در تمام مدیاها یک صحبتی که توجه تمام جوانه عزیز ایران رو و مردم ایران در خارج از ایران و داخل از ایران به خصوص به خودش جلب کرده، این صحبت از این مسئله
گرد همایی و کنفرانس برشو هست. و خب بعضی از دوستان تفسیرات خاص خودشون رو دارن، بعضی از این دوستان اصلا دور هم جمع شدن که بیایید با هم هزینه میخواییم بکنیم یه مقدار اندکی و بعد میریم در اونجا نمیتونم تظاهرات میخواییم بکنیم جلوی در این کنفرانس بیستیم داد بزنیم. یه ده میگن نه خیر ما میخواییم بیاریم اصلا با هم دیگه و ماها اصلا اپوزیسیون هستیم، ما میخواییم بریم اصلا نامنگاری بکنیم که آقا ماها رو به عنوان نماینده دعوت بکنید بیارید در اونجا ما هم حضور داشته باشیم. و صحبت های از این قبیل. یه ده میگن اصلا اینا رو باید بایکوت بکنیم، یه دهی در داخل ایران میگن اینا آمدن و میخوان براندازی انجام بدن. حالا اینا من فقط از دیدگاه ایرانی ها مطرح کردم. دولت امریکا و دولت های اروپایی که خودشون به اروپای قدیم و جدید میشه تقسیمشون کرد. اروپای قدیم دولت های قدرتمند فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلستان، و اروپای جدید که همین کشور لهستان، مجارستان و بلغارستان و به زودی کشور اوکراین هم تمایل زیادی داره که به اینها بتونه بپیونده. اینها دیدگاه دیگری دارن از این مسئله که در مورد کنفرانس برشو هست. ولی برای ما ایرانی ها این اهمیتش در رابطه با این هست که اینها چه تصمیم گیری خواهند کرد در مورد برخوردشون با جمهوری اسلامی که در هر صورت تاوانش رو ملت ایران میده. جمهوری اسلامی همیشه این توانایی رو داشته که این رو از دوش خودش برداره و بر دوش ملت ایران بذاره. از دیدگاه ایرانگرایانه، از دیدگاه نزدیکی ملت ایران به ملت یهود، از دیدگاه سابقه تاریخی همکاری بین ملت ایران و ملت یهود، من این گونه میتونم برداشت بکنم که در این زمانی که ما داریم میبینیم یک حرکت جهانی داره شکل میگیره که اون چیزی که به عنوان نظم نوین جهانی شناخته شده بود که الان میشه بهش گفت نظم قدیم جهانی، و این مطلبی که دولت‌های این اروپای جدید و دولت جدید امریکا به دنبالش هستند و میخواهند نظم نوین دیگری رو جایگزین اون نظم نوین قدیمی بکنند، اینها چگونه میتونن با هم همکاری بکنن و در این میان منافع ملت یهود و منافع ملت ایران رو حفظ بکنن؟ من فکر میکنم در یک کلمه بسیار ساده، با یک گفتار بسیار ساده، غیر ایدئولوژیک و غیر فلسفی، میشه در یک زبان این رو به این ترتیب مطرح کرد که شما به عنوان یکی از افراد جامعه ملت یهود و دوستان شما در داخل اسرائیل و ما به عنوان یکی از افراد جامعه ملت ایران در داخل و خارج از ایران، زمانش هست که جدای از هر گونه علایق فلسفی، ایدئولوژیک یا سیاسی، سرانجام به این نتیجه گیری برسیم که آیا ما ایرانگرا هستیم یا نیستیم؟ آیا ایرانگرایی به صلح و امنیت و ثبات در ایران و منطقه خاورمیانه کمک خواهد کرد یا خیر؟ اگر به این نتیجه گیری برسیم که پاسخ آری است، بنابراین لازم هست به جای اینی که بشینیم و ببینیم این نمایندگان دولت‌های خارجی بشینن در یک کنفرانسی و بعد تصمیم گیری بکنن که نحوه برخوردشون با جمهوری اسلامی چگونه باشه که هم بر روی ملت ایران تأثیر میذاره و هم بر روی ملت یهود، تاوانش رو هم ملت ایران خواهد داد هم ملت یهود. یا اینکه نظاره‌گر این باشیم که تعدادی افراد که به درست یا نادرست معتقدند که ما اپوزیسیون هستیم، در حالی که اپوزیسیون اصلا اول باید یک گروهی دور هم جمع بشن
شکل بگیره، بشه اپوزیسیون و بعد اون وقت اینها بیان بدن که ما نمایندگان اپوزیسیون هستیم. بعد یه گروه که اپوزیسیون نمیشه. این دوستان بیشتر شبیه جزایر سرگردانی هستند که از گروه های ناراضی جمهوری اسلامی شکل گرفتن، توانایی به دوری هم جمع شدن رو ندارن، خواهانش هم نیستن. یعنی یک زمان شما از توانایی دارید صحبت میکنید، یک زمان از تمایل. این توانایی و تمایل باید دست در دست همدیگر در کنار همدیگه قرار بگیری که بتونی همکاری شکل. متاسفانه نه تواناییش وجود داره و نه تمایلش، ولی ادعاها خب بالاخره مطرح میشه. طبق اون سرون مثل قدیمی ایرانی، پوز عالی ولی جیب خالی. یعنی گفتارهای آنچنانی بسیار عالی مطرح میشه ولی عملی دیگه نمیشه در راستای اون ادعاها. عملها همواره تایید کننده بر اینه که کردار این افراد و یا این گروه ها با گفتارشون یکی نیست، برخلاف اون آیین باستانی ایرانی که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک داشته باشی. اینها متاسفانه فقط گفتار نیک دارند اما پندار نیک و کردار نیکی ما ازشون شاهد نیستیم. ملت ایران و نمایندگان ملت ایران در داخل و خارج از ایران که همین جوانهای ایرانی هستند و ملت یهود در داخل اسرائیل و خارج از اسرائیل که هم به ملت ایران نزدیک هستن و هم خودشون ممکنه اصلا ایرانی تبار باشن، علل خصوص جوانانشون که هم زبون هستن. یعنی نه اینکه یک نفری از جامعه ایرانیان داخل خارج از کشور که میانگین سنیش بالای مثلا 70 سال باشه، این نمیتونه رپرزنتر مجموعه میانگین سنی جامعه ایرانی باشه که زیر 30. توان درک و فهم مخاطب جوان خودش رو نمیتونه داشته باشه. نه اینی که نمیخواد، به خاطر اون تفاوت سنی، به خاطر اون شرایط اجتماعی که اینها با هم بزرگ شدن، به خاطر اون اعتقاداتی که این جوان کنونی داره با اون جوان قدیمی. اونها هم جوان هستن، اونها جوانان قدیم هستن، اینها جوانان جدید هستن، جوانان کنونی. همینطور برای ملت یهود، جوانان یهود، جوانان ملت یهود با جوانان ملت ایران نشینند و منتظر باشند که به صورت واکنشی یک عملی را انجام بدن. یعنی وقتی اون آقایون سیاست باز یک حرکتی را انجام دادن، اینها یک عکس العملی جواب بدن، یا وقتی اون دولت‌های خارجی یک تصمیم می‌گرفتن و یک عملی انجام دادن، اینها به صورت واکنشی عکس العمل انجام بدن، خودشون پامه به این دون بذارن، خودشون عملگرا باشن، اونها عملی انجام بدن که ناگزیر بکنه سایرین نسبت به عمل اونها واکنش نشون بدن. و واکنش اونها به دو صورت خواهد بود، یا اینی که همراهی خواهد کرد یا اینی که منزوی خواهند شد. من شاهد این همکاری های ارگانیک و طبیعی از بین جوانان ملت ایران و ملت یهود بودم. شما اگر به راحتی برگردید به چند سال قبل، میبینید که این جوان ها با هم دیگه بر روی مدیاهای جمعی جمع میشده و عکس میذاشتن، من عاشق ملت یهود هستن، و اونها عکس میذاشتن، من عاشق ملت ایران هستن. اینها عکس میذاشتن، ما خواهان صلح با ملت یهود، خواهران و برادران یهودیمون هستیم. اونها عکس میذاشتن، ما خواهان صلح با خواهران و برادران ایرانیمون هستیم. که باید هم این گونه باشه، دلیلی نداره که غیر از این باشه. اگر غیر از این باشه به سود ملت ها نیست، غیر از این باشه فقط به سود سیاست بازان و کمپانی های چند ملیتی هست که در این میان منافع خودشون رو از جیب ملت ایران و ملت یهود به یخما ببرن. یعنی همون داستان 1% و 99%. یه مقدار ما اگر از این
دیدگاه بسته اینی که فقط ما من مرکز هستم. از مولا نصرالدین پرسیدن که آقا مرکز زمین کجاست؟ گفت همین جایی که من نشستم. قبول نداری؟ متر بیارید اینجایی که من نشستم متر بکنید. این گونه ما نگاه نکنیم. یه مقدار بیرون از این جعبه‌ای که به دور ما ساختن، یه مقدار هم ما خودمون مقصر نیستیم. یک خواسته‌ای، یک گروهی سعی در این داره که ملت‌ها رو در داخل این جعبه‌های مجزا از هم قرار بده، چون منافعشون در این هست. بیرون بیایم، بیرون از جعبه نگاه بکنیم، سعی بکنیم که به همدیگه نزدیک بشیم. این نزدیکی ایرانگرایانه از سوی ملت ایران با ملت یهود هم تندروها را عقب میزنه، هم اسلامگرایان را عقب میزنه در منطقه خاورمیانه، هم تأمین کننده صلح و ثبات بلند مدت، نه کوتاه مدت فقط برای دوره یک رئیس جمهور یا یک نخست وزیر. در دوره یک نخست وزیر صلح و ثبات، نخست وزیر بعدی رئیس جمهور بعدی که میاد دوباره جنگ و تنشه. این که شیوه همکاری نیست. الان به این رأی ندید، بدوید بیاد به این رأی بدید. اگر به این رأی بدید جنگ میشه. الان اگه به اون رأی بدید دیگه جنگ نمیشه. الان بیایید به این نخست وزیر رأی بدید، برای اینکه این فقط میتونه امنیت ما رو تامین بکنه. اگه اون یکی بیاد اون نمیتونه امنیت ما رو تامین بکنه. بلند مدت نگاه بکنید. همکاری این دو ملت تامین کننده صلح، ثبات و امنیت، این سه مسئله که پایه یک جامعه رو به جلو خواهد بود. شما پیشروی اقتصادی میخواهید، این سه فاکتور اصلیشه. پیشروی تحصیلاتی میخواهید، این سه فاکتور اصلیشه. پیشروی در افکار مترقی میخواهید، این سه فاکتور اصلیشه. یعنی اگر صلح و ثبات و امنیت وجود نداشته باشه، هیچ کدوم از این پیشروی ها در این جامعه نمیتونه شکل بگیره. من مطمئن هستم که همکاری بین دوستان عزیزی که الان همینجا حضور دارن، افراد بسیار خوشنام و صاحب فکری مثل جناب آقای آبتین آینه، مثل جناب آقای دانیل دانا و افرادی از داخل ملت یهود مثل شما و دوستان شما، می توانیم این کمک رو بکنیم که این همکاری شکل بگیره و اجازه ندیم که سایرین از اختلاف افکندن در بین این دو ملت بتونن حکومت بکنن و منافع خودشون رو به جیب بزنن. با سپاس از جناب جلدی از وانکوور، آنچه که مطرح شد جناب دانا بر این هستش که صلح، ثبات و امنیت و منافع متقابله دو ملت ایران و یهود، همینطور که پیشینه نیاکان ما نشون میده از دوران برحال هخامنشی، اشکانیان، ساسانیان و غیره، این دو پیوند ناگسستنی داشتن بین ملت یهود و ایران بزرگ. از نقطه نظر شما که برحال بیش از میشه گفت 40 سال در این زمره افرادی بودید که این اندیشه رو به پیش بردید و این دو خواهر دوغولو رو که همیشه شما میخوانید در صدها نوشتار شما آمده، تئوری هایی که فرضیه هایی که مطرح کردید که این دو خواهر دوغولو رو در کنار همدیگه میبینه، از یک طرف تخت جمشید و پاسارگاد، از طرف دیگه معبد سلیمان، از یک طرف بیانیه کوروش کبیر و داریوش بزرگ، از یک طرف استر و مردخای و انبیای یهود که در ایران به خاک سپرده شدن، از خگای تا دانیال حنبی در شوش و سرح بطاشر و دیگران. شما به چگونه جناب دانا می نگرید آنچه که جناب جلی گفتم از نظر ایرانگرایی و ایران بزرگ و یهود، ملت یهود که در کنار آن اندیشه بوده؟ فراموش نکنیم که ما از آن دوران
تا به حال قبل از شورش 57 این دو رو در کنار همدیگه داشتیم. چگونه ما میتونیم این رو بازبینی بکنیم و از جوانان بخواهیم که اون شستشوی مغزی که برها در از این 40 ساله بوده رو کنار گذاشته بشه و یک بتونن یه راهکاری برای اینکه پیوند دو ملت رو مستحکم تر بکنن. جناب دانا بفرمایید. نخوش درودهای فراوان دارم برای جناب جلدی و درود دیگر بر آبتین ارجمندم و از سروده کوتاه پیر بزرگ شیراز وا میگیرم و به سخن او میگم: گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. به گفتم من گلی ناچیز بودم، ولی چند مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم. ما دوستداران و شیفتگان نگران ایران زمین در هر کجا که باشیم از محیط خودمون رنگ و رو میگیریم و تازگی میزاییم و اونچه که در درونمون پدیدار میشه تا بیرونمون رو، پیرامونمون رو رنگ و روی تازه‌ای ببخشه، اون در فراسای گوناگون روند اجتماعی آشکار میشه و اون عطرش باعث میشه که استشمام ها همه نو بشه، تازه بشه. جناب جلدی فرمودن که ما چه کار باید بکنیم تا از فرود امروز به فرازی برسیم که زمانی به دست داشتیم و این فراز فردا چگونه به چنگ میاد در گسستن از این فرود زشت و آبروسوز امروز. ما زمانی که بر فراز بودیم در کشورمون، در زادگاهمون ایران زمین، یشیوت‌هایی داشتیم، دانشگاه‌ها یا پژوهشکده‌ها یا دانشکده‌ها یا آموزشگاه‌های همگانی داشتیم که در این یشیوت‌های یهودی هر کدوم بالای 10,000 تا دانشجو داشتن، دانشجویان جوانی که می اومدن یهودیت رو یاد بگیرن و این اندیشه رو در جهان گسترش بدن. ما امروز در بزرگترین شهر یهودی نشین جهان، نیویورک، همچین یشیوایی نداریم. یعنی ما امروز اصولا در خود اورشلیم هم، من یادم نمیاد، من در 25 سالی که در اینجا دارم زندگی میکنم باورم نمیشه یشیوای 10,000 نفری داشته باشیم. شما جناب راب از همه ما بهتر میدونیم، اگر من اشتباهی دارم اصلاح هم کنیم. بنابراین این شهروند متمدن و فرهنگ مدار ایرانی بوده که به هممیهن یهودی خودش اجازه داده که در شهرهای گوناگون از پومبتیتا تا تورا و دیگر یشیوه ها که در از حبیب لوی تا بقیه همه نوشتن و اسنادش استخراج شده. یشیوه های 10,000 نفری خیلی مفهوم داره. در یک کشور غیر یهودی یشیوه 10,000 تا دانشجو داشته باشه که صبح بیاد درس بخونه تا شب و هر از گاه بخش به اصطلاح شبانه روزی هم داشته باشه. ما با داشتن یک فرهنگ خانگی و یک دین برتر از دین که به راستی اخلاق و فرهنگ و اون تولرانس و اون فلکسیبیلیتی بود که در نشست گذشته صحبتش رو میکردیم داشته، فرهنگ زیبای اشوزرتشت اسفنتمان بوده که به پدران و مادران ما این امکان رو داده که یهودی که دین دیگری، باور دیگری داره، نگرش دیگری بر جهان و هستی و عالم و نمیدونم خلقت و آفرینش داره، یه شیوایی 10,000 نفری داشته باشه. و اتفاقا همین تولرانس فرهنگی دینی در نزد ما که شاگردان آموزگار آموزگاران جهان اشو زرتشت اسفنتمان بودیم، این امکان رو به ما داده که جامعه مسیحی از میان ما زرتشتیان بیاد، مسیح رو در بتلخم، همین 6 کیلومتری ما، دیدار بکنه که ستاره شرق رو دیده که درخشیده، بعد این پیام رو تا آن سوی مرزهای چین ببره که امروز واژه کلیسا در چین
نیایشگاه پارسی خوانده میشه. یعنی من در هیچ جای تاریخ و در هیچ جای جهان با همه فروتا و فرازهایی که تلاش کردم پیدا بکنم، این همه مردم رو به صورت توده‌ای فلکسیبل و تولرانت ندیدم. بنابراین پدران و مادران ما که ما فرزندان را آموزش دادن برای ساختن فردای بهتر، این فروتنی و این دمسازی با دگراندیش رو در خون ما، در وجود ما کاشتن که ما بتوانیم ناسازگار خودمون رو با ابزار خرد با خودمون دمساز بکنیم، نه با قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یکن له کفوا احد. بنابراین اون فرهنگ بدی که اومده ماها آدمهای خوب رو بد کرده، میبایستی این خرد پختر داشته باشیم که اون بدها رو تبدیل به خوب بکنیم. اون پدیده بدی که به ما یاد داده اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هرگز به ما یاد نداده مغضوبین کیا هستن، ضالین کیا هستن. اون دین بده یهودی رو مغضوب کرده، مسیحی رو ضالین کرده. ببینید ما وقتی که این ریزکاری ها رو با یک جو خرد بتوانیم به درستی تشخیص بدیم، هم دوست رو خوب میشناسیم هم دشمن رو. سخن در این زمینه فراوان در فراوان هست. من اندرز زیبایی که از پدر راستین فرهنگ ایرانی شاهنشاه کوروش هخامنشی روی استوانه گلین خودش 2558 سال پیش نوشته، یک جمله کوچولو میخونم براتون و سخنم رو پایان میدم و اصرار من این است پافشارانه با بازگرد میتونیم فردا رو به راستی به آن گونه ای دگرگون بکنیم که اون فرازی که شما جناب جلدی فرمودی به سادگی و به آسانی بتونیم بهش دست یابیم. شاهنشاه کوروش پند خود پند زیباش نوشته: بگذارید هر که آیین خیش باشد، زنان و فرودستان را دریابید. هر تباری آزاد است به زبان خود سخنگو و باور آرمان خود را داشته باشد. آدمیان با فروتنی و خیشتنداری و همزیستی بهتر خواسته همیشگیشان دست می‌یابند. بسستن زنجیرهای بازدارنده آرزوی من است. رهایی بردگان از بند آزادیشان آرزوی من است. شکوه شب و تابش زیبای خورشید را می ستایم. پس تا هست شبهایتان شاد و روزهایتان خجسته باد. رها از هر گونه رنج و دردی شاد و آزاد باشی. این اندرز من به آیندگان است. هر که کسی را از درو هر که کسی را از خانهش براند، از خانه خیش رانده خواهد شد. تا هستی خرد و دانایی و درستکاری باشید. من چنین پنداشتم، چنین کردم و چنین شد. فرمان روایی که در دل مردمانش نباشد، سیه روز است و سرنگون خواهد شد. به زورگویان جهان بگویید از تاریکی درآیند و با آن خوشرفتار باشند، زیرا پلاس پاره هم با خود از این دنیا نخواهند بود. هشدارتان میدهم هر کس به کشتن آزادی بیاید، هرگز از دهش مزایای اهورا بهره‌ور نخواهد شد، بخشوده نخواهد شد و سرانجام در پیشانی خواهد مرد و نام بد از خیش بر جای خواهد نهاد. شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به بامداد فردا میرسد، گورکن گمراهی است که دل به نادانی بسته، دانایی را به خاک سپرده و بی فردا مانده و در تاریکی خواهد زیست. ما زورگویان خودکامه را به زانو در آوردیم تا با دیگران فروتن باشند. ما زندگی را می ستاییم، آزادی و برابری آدمیان را می ستاییم و خودکامگان را بر می اندازیم. بنابراین دلیل داره که چرا می بایستی
به فرزند شاهنشاه کوروش بودن سربلند بود. این فرمان رو در استوانه گلین خودش کی نوشته؟ خوردن زمانی که همسایه تازیستان ما بزرگترین افتخارش این بود که هر کس بهش بگه بالا تبرو، سرشو از این گوش تا این گوش از پشت یک ضرب میزد. بنابراین در دیوان خانه ای که تازیستان خوانده شده و ناجای مزدکی کیش پلشت الف سین لام الف میمی رو به اون مردک پسر آمنه و عبدالله آموزش داده که از موبدان ایرانی انتقام بگیره و زیبایی های ایران زمین رو فرو بریزه، با میبایستی بیدار باشیم، هوشیار عمل بکنیم، خردمند رفتار بکنیم، فروتن باشیم، دشمن خودمون رو یاد بگیریم چگونه آموزش بدیم و او رو ببخشیمش. بنابراین ما همه فرزندان شاهنشاه کوروش هستیم که چنین پندی برای ما در ارمغان گذاشته. بنابراین ایران آبستن امروز آبستن فردایی میتواند باشد با یک چنین فرزهایی که من بچه مسلمون با دو تا بچه مسلمون با شوای دینمدار یهود شوای یهود همگی در من در خانه شما اینجا نشستم و این دو یار همسنگر و اندیش ما هر کدوم در گوشه دیگری از جهان همی داریم سنگ مهر دوستی وفاداری و سازش در میان دو ملت براستی متمدن خاورمیانه رو به سینه میزنیم و باورمون این است که در آینده نه چندان دور خواهران همزاد ایران و اسرائیل فردایی خواهند ساخت برای مردم خاورمیانه شایسته و نازیدن. چون این باد با سپاس از جناب دانا. جناب آینه، صحبت از صلح و ثبات و امنیت در منطقه شد و اینی که از یک طرف ایرانگرایی و عملگرانه اگه بخوایم عمل بکنیم، همکاری دو ملت ایران و یهود ایجاب میکنه که این دو در تثبیت منطقه در مقابل دشمنان مشترک خودشون عملگرانه خردگرانه عمل بکنن. نظر شما به چگونه است؟ با در نظر گرفتن اینی که شما تا دو هفته آینده نیز کوروشنامه خود رو نشر و انتشار خواهید داد. بفرمایید. با درود به شما، با درود به همه بینندگان و شنوندگان قادیاوان، با درود به همه هممیهنانم در سراسر گیتی، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند. ببینید جناب رحیم، من در پیوند با پرسش شما و فراز همرزمان و همرزمان دلاورم درباره سه عنصر دوگانگی ایرانگرایی و اسلامگرایی، همیاری میان مردم یا ملت یهودی و ایرانی و ایرانگرایی و غیر ایرانگرایی که هر دو دوستان به ویژه جناب بهمن جلی در این باره سخن گفتن، من میخواستم به این بپردازم و پاسخ پرسش شما. ما بدین گونه مینگریم یا به بررسی های تاریخی که ژرف بینانه هست و آسیب شناسی هم بکنیم که ما نیازمند آسیب شناسی همیشه داشتیم، داریم و خواهیم داشت، در میابیم که ایرانگرایی یا دوگانگی میان ایرانگرایی و اسلامگرایی بدین گونه است که در دیدگاه و نگاه و نگرش ایرانگرایی راستی و درستی هست، در اسلامگرایی فریب و دروغ هست، در ایرانگرایی کوشش و دانش هست، در اسلامگرایی سرکوب و رانش هست، در ایرانگرایی شادی و پویایی هست، در اسلامگرایی تباهی، سوگ و ویرانی هست، در ایرانگرایی رویش و پویش هست، در اسلامگرایی سرکوب، کشتن و واپسگرایی هست. و
برایند این نگاه که اگر زمان باشه به این بپردازی می شود چندین و چند کتاب درباره این نوشت که این دوگانگی بین ایرانگرایی و اسلامگرایی، تنها به خاطر زمان کم می پردازم به جمله یا فرازی از زندگی کوروش آریامنش می گوید هیچ ایرانی باورمندی نمی تواند مسلمان باشد و هیچ مسلمان عقیده‌مندی نمیتواند ایرانی باشه. یعنی هر دوتا 100% با هم دیگه اختلاف دارن. در نتیجه میپردازم به فراز دوم. ببین، همیاری بین مردمان ایران و مردمان یهودی یا یهودیان یا ایرانیان در بستر تاریخ بسیار گسترده است و دوستان من، همرزمان من در این باره سخن گفتن. من میخواستم به این بپردازم که این چارچوب ساختاری سیاستمداران دو قرن اخیر استعمار نو که کشورهای گوناگون رو بر مبنای دیدگاه خودش ساختن و پرداختن، من یه شهروند ایرانی به رسمیت نمیشناسم. من اگر بخوام ده کشور نخست جهان رو کهن‌ترین رو برش بشمارم که این پیشینه تاریخی دارن، نخست ایران، مردم یا یهودی، مصر، کره، چین، گرجستان، ارمنستان، سوریه، یونان و هند. این در کشور کشورهایی که پیشینه تاریخی دارن و با ما برخوردها و سرنوشت گوناگون و میشود گفت در فراز و نشیب داشتن، که مردم یهودی یکی از درخشانترین مردمی بودند که پیوندهای تاریخی گسترده‌ای داشتیم و داریم و خواهیم داشت و سرنوشت مشترک. چون دوستانم و همرزمانم بدین پرداختن، من کمتر میپردازم. فقط اینو میگویم که من خودم تو دو پروژه دارم. یک پروژه همین کوروشنامه است که شما در جریان هستین که به زودی چاپ میشود، که این پیوند تاریخی رو به گونه پژوهشی شعرگونه بیان داشته است که در دسترس خواهد بود. دو، پروژه ایران رود. ببینید، رژیم پلید اسلامی سرزمین ما را سرزمینی سوخته گردانیده. بیش از 600 ما رودخانه و رود و دریاچه در ایران هم‌اکنون خشکانده شده و بیش از 75% آبهای زیرزمینی ما، سرچشمه‌های زیرزمین ما خشکانده شده و سرزمین ما که یکی از دارامندترین کشورهای جهان هست و توانمندترین، به نابودی از جغرافیایی کشیده شده است. در نتیجه پروژه‌ای که میتواند در آینده نزدیک پس از سرنگونی رژیم اسلامی به دست مردم ایران به انجام برسد، روی پروژه ایران رود است. من کتابی نزدیک به 300 برگ 300 رویه دارم و روی جلدی که خودم اون طرحشو کشیدم، که این ایران رود هم که دوستان میدانن پیوند آبهای دریای پارس به دریای کاسپین است. این نقشه و طرح و ساماندهی از زمان داریوش بزرگ طرحش بوده، یعنی زمانی که داریوش بزرگ تنگه دارا یا همین کانال سوئز رو در واقع ایجاد میکنه و آبهای دریای سرخ به دریای مدیترانه پیوند پیدا میکند و آبهای دریای پارس به دریای روم فرو میریزد، در اندیشه این بوده که آبهای دریای کاسپیان به دریای پارس پیوند زده بشود. میدانیم در چند ده بیش از 10,000 سال پیش دو کویر نمک و کویر لوب، که بهتر بگوییم دشت لوب و دشت نمک، دریا بودن. و اگر این تاریخو که زمانش بپردازیم، در سال 1345 این طرح دوباره مطرح میشود که ما بتوانیم آبهای دریای کاسپیان و دریای پارس به کویر
لوت و نمک یا دشت لوت و نمک میکشانیم که آینده اگر در واقع با خوشسالی قرار بگیره، یعنی مواجه بشه یا به گونه ای با کمبود آب داشته باشیم، این جبرانی بشود و این پروژه بزرگ که میگوین هشتمین عجایب، هشتمین در واقع شگفتی زای جهان است به انجام برسه. من یادم هست پارسال برای رونمایی کتاب سنگستان یک و دو که در واشنگتن من داشتم، یک سخنرانی داشتم، من نگرشتی به فراز و فرود یا شاهنامه، فرود پسر سیاوش یا فرود فراز و فرود یا شاهنامه، برداشتی آزاد از شاه نامه ها. من این سخنرانی داشتم که معرفی کتاب سنگستانم بود. بعد آقای دکتر محشید اسدی و سیروس اسدی که کارنوال نوروزی نیویورک رو برگزار میکنه هر ساله و استاد فیروزنیا آمدن برای سخنرانی من، یه افتخاری بود که در واقع گفتهای من رو میشنیدن. اونجا ما گفتگو در روی پروژه ایران رود کردیم. استاد فیروزنیا گفت من در زمان هویدا خودم جز سندیکای مهندسین بودم و اونجا این پروژه رو پیش آقای هویدا بردیم. من فقط تو گیومه میگویم آقای هویدا که نخست وزیر آن زمان بودن گفتن این پروژه چند سال طول میکشد. گفت ما گفتیم 60 سال. گفت چیزه پروژه که 60 سال طول بکشد و به عمر ما نانجامد ما دنبال اون نیستیم. البته اینم بگویم در اون موقع دو میشن مانع بزرگ بود در سرای این انجام این پروژه. یکی این بود که هنوز ناسا این توانمندی رو پیدا نکرده بود که از طریق ماهواره‌های پیشرفته نشان بده که دشت لوت و دشت نمک اینا دریا یا دریاچه بودن و مثل یک در واقع دور اینا کو قرار گرفته و کاملا مثل کاسه میمونن که پوشیده است، یعنی آب را نگه میدارن. در آن موقع در سال 45 که این پروژه رو میخواستن به انجام برسن این توانایی در کار نبود. از شک داشتن که این حجم عظیم آب که از دریای پارس یا خلیج فارس یا دریایی که به نادرستی بهش میگن عمان یا به درستش دریای پارس یا دریای مکران بگوییم، که آب وارد در واقع جازموریان میشه و سپس از جازموریان وارد دشت لوت و سپس دشت لوت وارد دشت نمک بشه، بعد میشود ایران را به کلی با خطر سیلاب و ریزش آب مواجه کنند که این شک رو داشتن. و دیگری این که این ایسکای پله‌ای، آسانسورایی که در واقع آب را تنظیم میکنن، مثل پاناما، مثل رود ولگا و بسیاری این دیگه که الان دیگه روزمره شده این کار. میرین الان اقیانوس اطلس به آرام به وسیله کانال پاناما وضع شده و این هر روز صدها کشتی‌های اقیانوس پیما حرکت میکنن و این دو پدیده این کار انجام داده است. در نتیجه من این کتاب ایران رودم از فرا رودان در تاجیکستان کوهای پامیر و هندوکش گرفته تا رودخانه‌های گوناگون در مجارستان و رومانی و رود دانوب در مجارستان و رومانی، ما سه رود کوروش داریم، کیوش رود داریم و اینا رو من تمام این آب‌های هدر رفته، چشمه‌های خشکیده، رودهای خشکانده شده، رودهای مرداب به مرداب کشانده شده رو در این 300 صفحه ایران رود جا دادم که کتاب بعدی من که امیدوارم در تابستان چاپ بشه به نام ایران روده، با نگرش به این که اسرائیل نخستین کشور جهان هست که پروژه و دیدگاه بسیار بسیار درخشان آبرسانی قطره‌ای و چکه‌ای رو در جهان مطرح کرده و سرزمین اسرائیل که سرزمین پر آبی هم نیست، یکی از آبادترین سبزترین کشورهای جهان گردانیده و اندوخته و تجربه های درخشانی در رابطه آبرسانی دارند، این میتواند در ایران آزاد پس از سرنگونی جمهوری اسلامی یک پروژه بزرگ همکاری بین مردم ایران و مردم با یهودیان باشه. این پروژه کاری عملی که من همونم به سهم خودم این کتاب رو آماده چاپ کردم و امیدوارم که یک رونمایی هم در اورشلیم داشته باشه این کتاب. در نتیجه این دو پروژه و این دو رویداد، یکی کوروش پل پیوند
بین مردمان ایران و مردمان یا مردم یهودی و مردم ایران هست بوده و خواهد بود، و دیگری در آینده ایران پروژه راهبردی بسیار بزرگ جهان که خدمت بزرگی هم به جهان میکنن. میدونید با گرم شدن کره زمین بسیاری از کویخهای قطب شمال و جنوب آب شده و میشوند، و آب بسیار باعث سونامی ها و طوفان ها و تندرها و گرداب های گوناگون جهان را هر گوشه شو در هر زمان و هنگامی در هم می نوردد و به نابودی و گسستگی می کشاند. این حجم بزرگ آب که از آبهای جهان کشیده بشه به فلات قاره ایران، به میانه ایران، بسیار برای جهان میتونه مفید باشد و یک همکاری جهانی میتواند این کار انجام بدهد. فقط تنها موقعیتی که باید باشد در آزادی ایران. در نتیجه این یه راه برده بسیار بزرگ میتواند باشد برای همکاری آینده ما. ولی فراز دیگری که از نگاهی به فراز دیگر از دوستمون آقای جلدی و دکتر دانا اینه که ما ایرانگرایی داریم و غیر ایرانگرایی. منم به بیشترین نگاه باور دارم. ما میتوانیم بگم در ایران ایرانگرایی داریم. اینم بگویم که بین نقطه میان نقطه سپید و سیاه دنیای خاکستری است. هیچ چیزی مقدس و وجاون نیست. همه چی در واقع در این زمین خاکستری هست که از نقطه سپید شروع آغاز می شود به نقطه سیاه کشانده می شود یا برعکس. در نتیجه در این میان ایرانگرایی ما هر آنچه به دیدگاه زیبایی، پویایی، آبادانی، به دیدگاه دیگر اندیش دیدن و حق شهروندی برابر را برای همگان در کردار به انجام رساندن هست، به این میگوییم درصد بالای ایرانگرایی. در نتیجه ایرانگرایانی که با این دیدگاه دارم و خواهم داشت میتوانم یک ایران زیبا، آزاد و آباد و ساماندهی کنند و یک جهانی را به خاطر اینکه ایران چهار راه حوادث هست و هنگام در درازه تاریخ بوده است و یک نقش برجسته‌ای در ساماندهی جهانی در گذشته داشته و همکنون هم از دیدگاه جغرافیایی و تاریخی و مردمانش داشته و دارد میتواند ساماندهی کند، که به باور من غیر ایرانگراها میتوانند یک برابری، یک برخوردی داشته باشند که این برخورد رو ما همکنون شوربختانه میبینیم. و اگر ما نمیتوانیم، مردمان ما همچنان آمادگی این را ندارن که با یک خیزش میلیونی میدانی رژیم رو به زمین بزنن، به گونه این همین برابری نا ایرانگرایان بر ایرانگرایی هستش. ایرانگرایی اگر بتواند این حرکت، این خروش مردم را ساماندهی کنند و می تواند با حضور مردم این رژیم را سرنگون، آنگاه قدرت‌های بزرگ جهانی در واقع دنبال پی این خروش مردم ایران خواهند آمد. اینکه ما دل خوش بداریم به کنفرانس ورشو، دل خوش بداریم به فلان سخنرانی فلان رئیس جمهور، البته ناگفته اون همه اینا خوبه، یعنی ما اگر بتوانیم لابی‌های گوناگون داشته باشیم، رایزنی‌های گوناگون داشته باشیم، شخصیت‌های بزرگ جهان به افکار عمومی، دیدگاه رسانه‌ای رو با خودمان همراه و هم پیوند کنیم، بی تردید اثر مثبت خواهد گذاشت و این ترس تاریخی مردمان ایران ریخته می شود. اگر هم اکنون به گفته خودشون بیش از 90% مردمان ایران خواهان سرنگونی رژیم هستند، چرا رژیم مانده است؟ ترسی که بر جان مردمان ایران انداختن. در 1400 سال در قرآن کریم مسلمان ها صدها آیه و دهها سوره ویژه در واقع کشتار و ترساندن مردم هست، و تردید نکنید که سران رژیم اسلامی در خیابان ها اعلام میکنن میکشن و جنبشگران کارگری، دانشجویی، آموزگاری را در زندان شکنجه میکنن و روانی میکنن و شیمی درمانی میکنن به خاطر این ترسی که بر جان مردم بیاندازن. ما نخست این که باید چه کار بکنیم
که این برایند دگرگون بشود. ما میدانیم که تنها ماندگاری رژیم اسلامی ترس مردمان ایران. ما باید دل دلاوری مردمان خود را بالا ببریم. هر حرکتی، هر جنبشی، هر خیزشی، هر سخنی که این دل دلاوری را بالا میبرد و ما را دلاور میکند، ترس را کنار میزند، آن را باید پیگیری کنیم. از گسستگی، از زدن همدیگه، از در واقع بگونه تنش هایی که برای این دلاوری بکاهد به کار ببریم که اینو ناکارمد کند، باید به باور من خودداری کنیم و دل خوش بداریم و با کوشش و دانش و خردمندی و دلاوری باید کاری بکنیم که مردمان ما بتوانند در یک کار بزرگ این رژیم را سرنگون و به آزادی و آبادی برسیم. وگرنه ایران به باور من در گسستگی تاریخی قرار خواهد گرفت، مثل زمانی که پایان قاجاریه و اون گسستگی تاریخی که از اگر رضاشاهی بزرگ در واقع اون حرکت رو با اون گروه وزیران به ویژه محمد علی فروغی به انجام نمیدادن، شاید از گسستگی تاریخی ایران به انجام میرسید و ما شوربختانه داریم به اون گسستگی میرسیم. تنها نقطه‌ای هم که میخواهم بگویم، بسیاری از این دیگر ایران گراها یا ایران که به گرایش به ایران ندارن، بسیار در واقع دیدگاه اصلاح طلبانهی که همکنون توان برخورد، یعنی توان گفتن که من هم اصلاح طلب نیستم، در واقع به گونه دیگه دارن کار میکنن. اون کارش اینه که میگوین ایران اگر حرکتی انجام بشود جنگی به وجود میاد و ایران سوریه میشود. به اینا باید گفته بشه کی سوریه رو، چه کشوری، مگر رژیم اسلامی سوریه رو سوریه کرد، سوریه درست کرد؟ اصلا جنگی که در سوریه به وجود اومد، بیشترینه توانایی جنگی و کشتار مردم سوریه به دست رژیم سوریه کمکهایی که رژیم اسلامی به اون میکند. رژیم اسلامی هم سوریه رو به وجود آورده، هم ترسی رو بر مردم ایران تحمیل میکند که اگر من نباشم سوریه میشود، درسته که اگر باشد سوریه میشود. اگر ایران، مردم ایران بتواند رژیم سرنگون کنند، هیچگاه ایران سوریه نخواهد شد، ایران آزاد و آباد خواهد شد. و دوستان نادوست ما که ایرانگرا هم نیستن، ضدیت با ایرانگرایی دارن، این ترس و وحشت رژیم اسلامی رو به گونه دیگر بیان میکنن که اگر مردم ایران دست کاری درخشان و دگرگونی بزنن، میتواند ایران سوریه بشود. یعنی در واقع آب در آسیاب دشمن میریزن و برای مردمان ایران به گفته برعکسش میباید باشد. وارونه ها، کوشش، حرکت، خیزش، خروش، سرنگونی رژیم اسلامی و آزادی ایران و دوری از سوریه شدن ایران و آبادی و آزادی. درود باشد. با سپاس از جناب آینه از سوئد پژوهشگر که نظریات خودشون درباره صلح و ثبات و امنیت منطقه‌ای بیان کردند، و همینطور از دوست ارجمند جناب جلی از وانکوور که در رأس اندیشکده مطالعاتی راهبردی قرار گرفتن، و همینطور از باسپاس از جناب جمشید دانا از انجمن مهر و دوستی. و امروز من مهرداد رحیمی از اندیشکده پارسی و پادیابند بدرود میگویم و فراخانی از دوستان به خصوص بانوان داریم که در این برنامه شرکت بکنند. به هر حال ما شوینیست نیستیم و جدا فراخان رو چندین و چند بار دادیم، فراخانی که به بانوان که بتونن که پژوهشگران در این برنامه شرکت کنند، آزاداندیشان، و همینطور که بیان و نظریات خودشونو با دوستان و بینندگان در میان بذارن. با سپاس مجدد، بدرود تا درود دیگر. پاینده ایران و پیوند دو ملت ایران و یهود. به امید دیدار تا برنامه دیگر از پادیابند. با ما باشید. به امید دیدار.
بدرود پاینده ایران. بدرود بر تمامی شما عزیزان، سپاسگزارم. پاینده ملت ایران، پاینده ملت یهود.